دلبر و یار من تویی، رونق کار من تویی، باغ و بهار من تویی، بهر تو بود من. درود بر شما زنده دلان، درودی که عصاره دل، روح، وجود و درون را به یگانگی و مهر فرا می‌خواند. بخش دیگری از برنامه مشاهیر پارسی را با نسیم عشق به سوی شما روانه می‌سازیم. در برنامه گذشته همراه با حضرت عشق در فراسوی ذهن بال گشودیم تا بدانجا که عصری از زندگی را با برهان الدین محقق گذراند. اینک تولدی دیگر و ظهور نوری اسرارآمیز زندگی نامه مولوی را به عصر جدیدی سوق می دهد. ورود شخصی که زندگی مولانا را از نو می آفریند و با سر کلام او را مدهوش و عاشق خیش می کند. زاهد بودم ترانه گویم کردی، سرحلقه بزم و باده جویم کردی، سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. محمد ابن ملک داد تبریزی، ملقب به شمس الدین یا شمس تبریزی، متولد سال 582 هجری در شهر خوی از صوفیان مشهور قرن هفتم می باشد. شاگردانش سخنان وی را در جلسات جمع آوری کرده و پدیده‌ای به نام مقالات شمس به نگارش در آمده. چنین است که ابیاتش فارغ از قید زمان است و همیشه بویی تازه می دهد و ما را مسرور می سازد. شیدایی مستانه در دل انداخت این رهگذر صوفی. روایات متفاوتی در ارتباط با دیدار این دو فرهیخته به قلم کشیده شده. در مقالات شمس این آشنایی بیش از روایات دیگر به واقعیت همخوانی دارد. در 26 جمادی الثانی سال 642 هجری قمری، مصادف با 6 دسامبر سال 1244 میلادی و 16 آذر سال 623 هجری شمسی، تیر عشق از کمان اسرار در شهر قونیه وارد شد. زمانی که شمس سخنرانی مولانا را با جان و دل جذب می کند، رو به وی او را علامه دهر خطاب می کند و می گوید همه چیز را خوب می دانی و کتاب معارف پدرت را هزاران بار خوانده ای، حال بگو حرفهای خودت کجاست. شمس تبریزی عالمی بود بیقرار، در جستجوی بود برای یافتن یار، سفرهای فراوانی داشت و از این رو به وی لقب شمس پرنده داده شده بود. سرانجام جستجویش در قونیه به پایان رسید، چرا که مولانا را لوحی از جنس خود دانست. شمس عاشقانه می گوید کسی می خواستم از جنس خودم که او را قبله سازم و روی بدو آورم، که از خود ملول بودم. شمس در دهه 6 زندگی خود مولانای 38 ساله را به قماری بدون تضمین برد
فراخوان شد. حضرت مهر و محبت با خلوصی درخشان گام به این قمار عشق نهاد و گوهر عشق و جاودانگی را در بر گرفت. خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. شمس تبریزی که برخی او را ساحر می نامیدند، عالمی بود با علمی فراتر از علم بشریت، چرا که هر آنچه در او بود دیگران را عاجز از درک و فهم می بود. من گنگ خواب دیده و خلقی تمام کر، من عاجز از گفتن و خلق از شنیدنش. دانش وافر شمس گوش و دلی برای پذیرش می‌خواست. مولانا نقطه‌ای بود برای وصال، گوشی شنوا بود برای اسرار درون. او دلی داشت خالص و بی‌ریا که شمس تبریزی بزرگترین عشق را به وی هدیه کرد. مولانا که پس از این دیدار درس و بحث را کامل خاموش کرد، خود را از من زمینی و زمانی رها ساخته. چنین است که ابیاتش فارغ از قید زمان است و همیشه بویی تازه می دهد و ما را مسرور می سازد. شیدایی مستانه در دل انداخت این رهگذر صوفی. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی. رفتم و دیوانه شدم، گفت که سرمست نی، رو که از این دسته نی. رفتم و سرمست شدم و از طرب کنده شدم. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی. پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی. گول شدم، هول شدم و از همه برکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راه بری. شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. شمس در مقالاتش ابهامی از خود به جای گذاشته که خود نیز چنین گوید، به سه خط می نگاشته. خط اول را همه از جمله خود قادر به خواندن بوده، خط دوم فقط خود او و خط سوم هیچ کس. شمس میگوید این خط سوم منم. شمس تولدی در سر درون مولانا، همچون خورشید روزگار نور دو دیده و جان مولانا شد. این امر سبب شد تا عالمان شرعی و برخی از مریدانش بر علیه شمس برخیزند. بارها نقشه قتل شمس را در سر پنداشتند. چنین بود که شمس تبریزی پس از مدت 16 ماه از آشنایی با مولانا، در 21 شوال سال 643 قونیه را بی خبر به قصد دمشق ترک می کند. روشنی خانه تویی،
خامی به مگذار و نرو، اشرت چون شکر ما را تو نگه دار و نرو. اشوه دهد دشمن من، اشوه او را مشنو. جان و دلم را به غم و قصه به مسپار و نرو. دشمن ما را و تو را بهر خدا شاد مکن، حیله دشمن مشنو، دوست میازار و مرو. هیچ حسود از پی کس نیک نگوید سنما، آنچه سزد از کرم دوست به پیش آور و مرو. حسادت بازیچه نفس اماره بشر می باشد، او را به پلیدی و نیرنگی وا می دارد و سرانجام بازنده این پلیدی در عمق خیش به تباهی خواهد رفت. از این رو حاسدان از نیکی کسی را یاد نمی کنند و در پی حیله و نیرنگ خود را به چاه جهل می افکنند. شمس تبریزی از دمشق نامه‌ای به قونیه می فرستد و مولانا از جایگاه او مطلع می شود. نامه های بسیاری برای او می فرستد تا شمس را بازگرداند. سرانجام فرزندش سلطان ولد و تعدادی از مریدانش را در پی او می فرستد تا با شکوه جلال به قونیه باز آید. شمس چون گلی به گلستان فرا می رسد و دل مولانا را به سجده در می آورد. شور و شوق با رقص سماع عاشقان را در بر می گیرد. شمس به مولانا گفت سفر کردم، آمدم و رنج ها به من رسید. اگر قونیه را پر زر کردندی به آن کراو نکردی، الا دوستی تو غالب بود. سفر دشوار می آید، اما اگر این بار رفته شود چنان مکن که آن بار کردی. آتش و کینه حاسدان هرگز خاموش نگشت و دست از سیاهی باطن نکشیدند. شمس به فرزند مولانا گفته بود که این بار به جایی می روم که کسی نشانی ز من نیابد. خواهم این بار آنچنان رفتن که نداند کسی کجایم من. همه گردند در طلب عاجز، ندهد کسی نشان ز من هرگز. سالها بگذرد چنین بسیار، کس نیابد ز گرد من آثار. شمس میگوید مولانا مرید من است و این چیزی است که آیندگان باید بدانند. اگر در خدمتت باقی بودم، نقاب از چهره بسیاری از اسرار بر می داشتم، اما آخرین وصیتم برای تو این است که خدای را نه در آسمان و نه در عرش، بلکه در دل مؤمن جستجو کن. این گونه بود که در سال 645 هجری قمری بی صدا و بدون رد پایی از خود قونیه را ترک کرد و معشوق را در فراق و آه و حسرت به غم سپرد و ناپدید گشت. لذا این بار شمس برای همیشه قونیه را بدون هیچ بازگشتی
در غبار تنهایی یار تر کرد. هر زمان نوعی شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست. آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رهی این زندگی پایندگیست. کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره ای از باده های آسمان. این جهان زندان و ما زندانیان. حفره کن زندان و خود را وارهان. آدمی مخفیست در زیر زبان. این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟ تیر بران بین و ناپیدا کمان. جانها پیدا و پنهان جان جان. کیستی تو؟ رهنمایم همراهت باشم رفیق. من قلاوزم در این راه دقیق. کیستی تو؟ همدلی کن ای رفیق. اگر زندگی نامه حضرت عشق را به سان الماسی بدانیم، به مثلثی میماند به سه ضلع، که زندگی وی را در سه مرحله می گنجاند. نخستین ضلع قبل از آشنایی با شمس، دومین دوران آشنایی، و ضلع سوم پس از ناپدید شدن شمس تبریزی. در برنامه بعد با ما باشید تا ضلع سوم را مروری کنیم. کهکشانی از محبت، برکت و سلامتی سرفراز روزگارانتان.